امام علی رحمان را با پیامبر عیسی علیه السلام قیاس نمودند. روسیه وزارت مهنت شماره مهاجران مهنتی را محدود نمودن را پیشنهاد نمود. در ترکمنستان نان را با شناسنامه می‌فروشند. نویسنده های درباره تاجیک آید عالی گردانی شخصیت رحمان مردم را به حیرت می آورند. چی طوری که آژانسی اطلاعاتی سپوتنیک اطلاع می دهد جانشین رئیس شورای نویسندگان تاجیکستان اتان میرحاجی رئیس جمهور رحمان را با پیامبر عیسی علیه السلام برابر نمود. متن اثر تاریخ نورستان در صحیفه فیسبوک شاعر تاجیک نشر شده است. در یک چند فصل اثر مذکور مؤلف بصر قدرت آمدن رحمان را چنین نقل میکند که گویا با آمدن خود تاجیکستانی در تاریکی قرار داشته را با روشنایی پر نموده است. در متن مؤلف رئیس جمهور را با نام عیسی نوی تاجیکستان مینامد. اینچنین عطا میرحاجی مینویسد که مادر رحمان نیز مانند مادر عیسی علیه السلام نام مریم داشت. غیر از این نویسنده در اثر خود رحمان را با علی پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم برابر میکند. عید مراسمی بصر حاکمیت آمدن رئیس جمهور رحمان سال 1992 او مینویسد در آن زمان روشنایی امام علی گرد و اطراف را منور گردانید. همچون پرزیدنت سوگان یاد میکنم که короткий промежуток времени. وزارت مهنت و حفظ اجتماعی فدراسیون روسیه لایحه قراری حکومت اید حصه امکان‌پذیری کارکنان خارجی در بعضی ساحه اقتصاد در سال 2019 تیار نمود. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی رگنوم به خدمات مطبوعاتی وزارت تکیه نموده اطلاع می‌دهد. طبق لایحه مذکور حصه کارکنان خارجی در ساحه ساختمان باید 80% گردد. عین زمان باشد محدود کنی جلب کارکنان خارجی در ساحه مذکور وجود ندارد. چی طوری که خدمات مطبوعاتی قید میکند محدود کنی پیشنهاد شده با وزارت ساختمان و خواجگی با ششگاه کامونالی اینچنین با خدمات اجرایش حاکمیت محلی مطابق گردانیده شده است. غیر از این حصه کارکنان خارجی در ساحه فعالیت نقلیات بارکشی و نقلیات مسافرکشی یک جای با وزارت نقلیات و اتحاد نقلیات روس تکلیف کرده شده است که از 28% کنونی به 26% اختصاص کرده شود. чтобы подобное у нас происходило. Хотя мы понимаем, что проблема у нас острая. У нас миллионы мигрантов. متخصصان قید میکنند که در شرایط قشاقشوی پوره مردم حکومت روسیه با یک علاج راهی را پیدا نموده میخواهد برهمخوری سیاست اقتصادش را در طول 18 سال اخیر جبران نماید. در آوردن یک چند محدودیت ها برای آمدن قوه کاری خارجی احتمال است که یک قسمی از کوشش های سیاست مذکور میباشد. چی طوری که رادیو آزادی اطلاع می دهد در مغازه های شهری اشقاباد برای مواد های خوراکاری نوبت های دراز مشاهده کرده می شود. در ناحیه ها نان را پس از نشان دادن شناسنامه فروخته استادند. در شهر باشد مواد های خوراکاری اساسی مانند شکر، آرد، روغن رستنی، کمچینی مشاهده کرده می شود. چی طوری که الترناتیو نوستی ترکمنستان اطلاع می دهد در مغازه های خوراکواری دولتی پایتخت به یک شخص یک کیلو شکر و 10 دانه تخم مقرر کرده شده است. با وجود این به کودکان محصولات خوراکواری مقرر کرده نشده است. در دشاگوز دسترس نمودن آرد خیلی مشکل است. برای دسترس نمودن 3 کیلو آرد به سری کس مردم یک ماه پیشکی نوبت می گیرند. این هم باشد دسترس نمودن محصولات را کفالت نمی دهد. ساکنان کشور در حالت دشوار قرار دارند. در بازارها دانگی وجود ندارد. نرخ 1 کیلو جوار مکه تا 13 منت افزایش یافته است. مردم به ماموریت مراجعه می کنند ولی غیر از وعده های خالی دیگر چیزی نمی گویند. می گویند خبرنگاران از ناحیه دشاگوز و علاوه نمودند که از سبب کمچینی اکثریت نانوای خانه ها فعالیت کاریشان را قطع نمودند. در بعضی ناحیه ها نان را به مسافران نمی فروشند. تنها به ساکنان کشور با طریق نشان دادن شناسنامه فروخته می شود.
یادرس میکنیم که سال 2017 برای بازی های ازیاده 2017 رژیم بردی محمدوف از بودجه دولت زیاده از 8 میلیارد دلار صرف نموده بود. گسترلی دنیان هم آنرسا یورتان وکیلن.